صدای دهنه در شادی ها رو با کن اگه اهل خنده هستی بیک شادی رو نگاه کن بشین و خسته این رد کن همه جا همه رو صدا اسم تو قلبا فاسد صفا همیشه با تو هیچ دلی دمی با هم نمیشه اسم تو قلبا فاسد صفا همیشه با تو هیچ دلی موندنی با هم نمیشه سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران و درود می‌فرستم به تک تک شما در هر کجایی که هستید. به خصوص خسته نباشید میگم به همه اونایی که دستن در کار تدارک و برگزاری تظاهرات بزرگ هموطنانمون در نیویورک هستند. هفته آینده اول مهر 23 سپتامبر در برابر مقر سازمان ملل در نیویورک برای اینکه همه مردم جهان ببینند و بشنوند که مردم ایران یک پارچه از رژیم پلید آخوندی و رئیس جمهور به اصطلاح رئیس جمهور قاتل و جنایتکارش یعنی پاسدار هزار تیر احمدی نژاد متنفر هستند و همه دنیا بدونن که مردم ایران آزادی میخوان و حاکمیت مردمی. به هر حال با پیک شادی در خدمت شما هستیم با این امید که بتونیم اوقات شادی رو برای شما به ارمغان بیاریم و در همین اوقات شاد شما سهیم و شریکم باشیم، خنده رو لب‌های شما ببینیم و امید داشته باشیم که شادی در دل‌های شما برای همیشه پایدار باشه. خبر تو خبر این هفته براتون رونمایی میکنه از رژیمی که توش ریزه شر و شر شده. تو سر هر بسیجی که بزنی سوال و افهام و گیجی در میاد. عصر ما عصر دودلی و بحران است. سوالات جدیدی آمده که قبلا نبوده. سوالات قدیمی هم بازسازی شده، احیا شده دوباره. بنابراین برای اینکه بسیجی ها از اسم درگیری و جنگ و این چیزا ریزش نکنن، نظام راضی شده که فقط فیگور جنگ بگیرن. عرصه نبرد از سنگرها به رسانه ها کشیده شده و جنگ افکار در حال جایگزینی جنگ ابزار هست. برای این جنگ اخبار سید علی کلی هم پول حاضره خرج کنه، ولی دلالی رو که گذاشتن این پول ها رو خرج کنه فرق فیلمنامه رو با حلیمی که سر صبح به دل آدم میچسبه نمیدونه. بنا شده که انجمن، دوستانمون تو انجمن وقتی که فیلمنامه رو بررسی میکنن نسبت به اون میزان چسبندگی اون فیلمنامه به موضوع دفاع مقدس میزان حمایت‌های شهرک رو هم اونجا درصد بندی کنن. اما از اونجایی که زوار درفتگی نظام بیشتر از این حرف هاست، با این سیبیل چرب کردن ها هم مسئله حل نمیشه و بسیجی ها برای همین فیلم بازی کردن هم تاخچه بالا میذارن. خاطر ارزش بودن کاره که این سختی رو متحمل میکنه. برای اونایی هم که دیگه حتی تحمل فیلم بازی کردن هم ندارن، سردار نقدی گیتس رفته دنبال بازی رایانه‌ای. البته اگه تحمل این سختی هم برای بسیجی ها مشکل نباشه. این بازی بیشتر برای فرماندهان بسیج طراحی شده که نگران ریزش نیروهاشون نباشن و هر بار که یکی از دست رفت با کلیک روی دکمه نیو گیم همه رو دوباره برگردونن. این یکی هم که خودش رو از ترس عاقبت نظام بازنشسته کرده، از اینکه داره از صحنه در میره بد جوری ذوق کرده و در وصف روستایی که قراره به اونجا فرار کنه کلمه کم میاره. روستای ما یه چیزی شبیه بهشت، بلبل و ارزم به حضور شما پرندگان. این هیاهوی ماشینا نیست، سر صدای ماشینا نیست. تو گفتی و ما هم باور کردیم که مشکلت فقط سر و صدای ماشین ها بوده و نه صدای خرد شدن استخونهای سید علی. اما تو نظامی که از قبل هم همه چیش خاطی پاتی بود، حالا که زیر فشارهای همه جانبه صدای جرق جرقش در اومده، تو قاطی کردن هم سقف زده. هر کدومشون تو رشته‌ای که بهشون ربط نداره اظهار لحیه کردن. طبق معمول اولیش احمدی نژاد پروفسور همه کاره، این بار در تلاش برای دریافت جایزه نوبل جغرافیا. شما ببینید
این کشور انگلیس یه جزیره کوچولو در غرب آفریقا. میگن دانشگاه آکسفورد پیغام داده که دکترای افتخاری جغرافیات رو گذاشتیم کنار، بیا به این جزیره کوچیک تو غرب آفریقا تحویل بگیر. بعدی هم پروفسور احمد خاتمی، فوق تخصص داخلی، کاندید نوبل پزشکی به خاطر ریشه یابی بیماری های جدید. شما ببینید یک مرتبه اعلام کردن آنفولانزای خوکی از نوع کذا. ببینید چه بساطی تو دنیا به راه انداخته. و این یکی فیروز آبادی. اگه تا حالا فکر میکردین فوق دکترای تغذیه داره، با تئوریش در زمینه روانشناسی خانواده آشنا بشید. رئیس ستاد نیروهای مسلح رژیم از شدت ضربات اونقدر گیج شده که وقتی فرماندهان جنگ ضد میهنی رو جمع کرده بود که براشون سفارشات بکنه، یادش رفته بود که چه سفارشی باید بکنه. بعدم بدو بدو دنبالشون کرد که برگردن و سفارش ایشون رو بشنون. این هم سفارش حیاتی ایشون برای همه نسل‌های آینده. اعضای ستاد گرامی داشت هفته دفاع مقدس امروز با رئیس کل نیروهای مسلح جلسه داشتن. جلسه که تموم میشه فیروز آبادی میگه سفارشی برای فرماندهان داشته که یادش رفته در جلسه بگه. یه سفارش خانوادگی. مالکی ملکه عالم هر کدوم به تنهایی قدر خودشون میدونن و برای خودشون ارزش قائلن و شأن خودشون هم ملکه عالم میدونن. شوهراشون باید این شأن رو حفظ بکنن. کوتاهی نکنید، کم نیارید، خجالت نکشید. وظیفتونه، تکلیفتونه، روز قیامت هم خدا ازتون میپرسه اگر کوتاهی کنید. نوبل فلسفه برای دلقک نظام پروفسور قرائتی به خاطر اینکه جهان رو فقط در ارتباط پدیده‌های مختلف با شکم می‌بینه. مجموعه روابط جهان هستی رو با قرائت قرائتی بشنوید. رابطه خودم خوردن با انرژی، رابطه شکم با دیگران، رابطه شکم با خود شکم. خب با این مجموعه نوابغ دستاوردهای نظام رو کی می‌خواد از روی زمین پارو کنه؟ تازه دستاورت ها هم که فقط روی زمین نیستن. دستاورت های بزرگ در فضا، در زمین، در معدن، در صنعت، در کشاورزی، در علم، در فرهنگ، در آیای ماستیگه. و در رأس این دستاورت های ارضی و سماوی یه دستاورد خجالتی و فروتن. اوه، هرچی ملت ایران دارن دارایی منو بیه، منم به دارایی ملت ایران اضافه شدم. بگو تا این بشکر تو رو نگاه کنی. اینجا باش، شبیه موز شده. وای وای وای، سلام خیار. سلام بادم جون. این یکی خودمم. ایفا خود بزن. رژیم پلید آخوندی در محاصره بحرانها و در وضعیتی که با ریزش عجیب و غریبی در درون نیروهاش مواجه هست، یکی از راهچارهایی که اندیشیده این است که یه جوری بیاد فضای جنگ و خلاصه همون داستانهای اون زمانها رو دوباره در اینها ایجاد بکنه، به این خیال خام که میتونه با این بحثا این نیروهای ریخته و از بین رفته رو در حقیقت بزایی شده رو برای خودش نگه داره. دیگه داستانهای خنددار، خاطرات بسیار مضحک از دوران جنگ و بعد تلفیق با خالیبندی های عجیب و غریب این سردار سرلشکرهای رژیم که یکی از یکی دروغگوتر در اون زمان ها برای خودشون خلاصه چهره‌ای می‌سازن و انگار که هر کدوم برای خودشون رامبوی بودن. یکی از این مجسمه‌های بلاهت در تلویزیون رژیم شروع کرد داستان‌های اون زمانش رو گفتن و در خلال همین هم بسیار بیشتر از اینکه بتونه با خالیبندی خلاصه یه وجهی برای رژیم جور بکنه، بیشتر آبروریزی برای رژیم ایجاد کرد و فکر می‌کنم که حتی همون نیروهای گیج بسیجی هم که مخاطبش باشن در خلال صحبتاش متوجه میشن که چه کلاه گشادی بر سرشون رفته و خلاصه فکر میکنم که فقط ریزش اونها رو تسریع بکنه. اجازه بدین قسمت های از صحبت های این جاندار رو بشنویم و بعد کمی راجع بهش صحبت کنیم. خب ما هنوز دو ماه دیگه وقت داشتیم،
به ما نمیگفتن چقدر وقت دارین، ولی مجموعاً برنامه ریزی کردیم و بعد از اینی که بعد از ما شناسن شد نیرو برای ما اومد. من یادم 10,000 تا نیرو برای ما اومد. ما اینا را صبح که همه رو به خطشون کردیم، من هم سخنرانی کردم برشون، گفتم که ما یه عمل یادی داریم هم هلی بود کنیم تو بغداد، همه کارش هم انجام داریم. من یه ساعت هم صحبت کرد، 1,050 نفر ثبت نام کردن. گفتم خیلی خوب سوار شید، میخوام ببینم تو میخواد بغداد شب. بردمشو اندیمشکو سفتک، بردمشو اندیمشک که تو چیز بودن آقا رفتن اندیمش، اصلا تو خود جو پادگان همه خداحافظ مدار میدیم اندیمش. اندیمشکم آدم داشتیم که چی هستش، از اونجا هم سواره و با اتوبوس بردنش، از اونجا با اتوبوس سوارشون کردیم. گفتم آقا میخوام بریم برای کجا؟ چرمشاه بیان برای سمت سرپل زهو. خلاص اینا سوارشون کردیم، اومدیم تو راه و برنامه‌ریزی کردیم که تو راه اتوبوسا یه تیک رفتن زن مشتت شدن دور بزنن. مثلا خب آدم هم گذاشته بودیم که تو اونجا شلوخ کنه چهار بده سینه زنیدن که اینا نفهمن ماشینا داره دور میزنه چیکار میکنه. خلاص اینا رو آوردنشون تا نزدیکای فکر کنم تو شب دیگه، تا بعد از شادگان، یعنی تو جاده ماه شرزی تا بعد از شادگان یه نقطه بود از اونجا دیگه کمپلس گذاشته بودیم، دیگه اتوبوس وارد نکرد. معلوم میشه که سر همه کلا میذاشتن و خودش هم در حقیقت داره به زبان اشهد خودش میگه که از این شهر به اون شهر میچرخوندن و خلاصه یه سری فکر میگردن دارن میرن بغداد و بعد نفر گذاشته بودن شلوغ میکنه همین مزخرفاتی که خودش درست. ولی همین میدون دفاع مقدس کنونی که ورودی به جاده شلم چه بود، تانگ های سر بودن جسان پشتی زد، ولی و شروع کردم شلی کردم به این تانچه. نگفت که با چه سلاحی تانکو میزده، ولی از حالتش برمیمد که زیاد به سلاح ضد تانک شباهتی نداشته. خوبه که مثلا با ماش گذاشتن توی لوله خودکار به سمت تانک شلیک نمی کرده. باقی حرفاش هم بشنوید. ما شلیک کردیم، او پاسخه ما با تیری تانک و دوشگاه، یعنی همچه با تیری تانک گذاشت بالا سر من پشتی دیوار بود که این دیوار کامل تخریب شد. مثلا ما گذاشتم رو زمین و دند عقب، همه جلو سینه خیز بیرن، ما دند عقب سینه خیز اومدیم و خودمون رو از تو برد و دیده این تانک بارد. تنها سوالی که باقی میمونه از این سردار رامبو اینه که چطوری این فرمانده لشکر بوده بعد میرفته سراغ جنگ های تن به تن با تانک های دشمن. احمدی نژاد در آستانه اول مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها طبعا احساس خطر میکنه، یه جوری میخواد تلاش بکنه که این خطر رو پیشاپیش خونسا بکنه و به خصوص با توجه به اینکه در اول مهر یک ضربه سنگین دیگه در انتظارش هست و خودشم خوب میدونه اونم تظاهرات گسترده هموطنانمون در نیویورک هست، بنابراین از حالا تلاش میکنه که یه جوری ژست رابطه داشتن با جوونا و اینکه احساس خطری از این بابت نمیکنه و اینا رو بگیره و بعد هم با دو جای خوری و چند جای خوری ویژه آخوندها و اوان انصارشون تلاش میکنه این وسط، ضمن اینکه این جستو میگیره از فرصت برای بند زدن تلسم شکسته خامنه ای هم استفاده بکنه. حالا خود خامنه ای هم این روزا از اون طرف شومن تلویزیون رژیم شده و از برنامه کودک تا هر چیزی که فکرشو بکنید میاد همینجوری تو صحنه به شکل موزیکی وارد میشه. اما این صحبت ها و نمونه هایی که احمدی نژاد داره انقدر صحنه هاش مضحک هستن که واقعا خیلی هاش دست طنزنویسان رو میبنده در اینکه بخوان چیزی بالاتر از اون چیزی که به طور واقعی از تلویزیون رژیم پخش میشه ارائه بکنن. به هر حال در این زمینه طنز پردازان پیک شادی تلاش خودشون رو کردن که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره.
شهر ما آن سوی آبی هاست، دور از دست رس. شهر ابراهیم ادهم، شهر لقمان حکیم. شهر ما آبادی عشق است، اما عشق چیست؟ عشق یعنی تیپ آق محمود خطر. ای شما دوتا بادم جون گل پسر. بله جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری، از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما قرار دادید صمیمانه ازتون سپاسگزاریم. بسم مقام المعظم دون یدی و الاسفندیار المشائیات و الختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد و المستشفیات و السیدلیات الى غیر النهایه. اول در رابطه با شما جوانهای برومند و دلیر و نیروی جوان ملت ایران باید بگم که شما دوتا تو دل من جا دارید. دنیا رو میبینید احمدی نژاد دلش شده مثل گاوداری. اینو چون شما جوانید گفتم. آقای دکتر، ما جوانا میدونیم که شما قبل از سفرهای مهمتون یا به صورت هفتگی با رهبر عزیزمون ملاقات میکنید. این کار چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ تأثیر که خیلی داره. اونقدر تش سیر داره که وقتی میری ته این ملاقات از زندگیت سیر میشی برمیگردی. قبلا هم مثل که من تو شبکه‌های مختلف گفته بودم، نمیدونم حالا گفته بودم. از در بیت که من خودم وارد میشم بوگن همینجوری مقام عظما افتاده یه طرف، زر 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 مشتبه اون بر ور 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 خود از خانم اون مثل کر کر کر، اسفندیار رای مشایی اون بر گر گر گر، بچه مشتبه بود چی؟ ونگ ونگ ونگ. این خود از گروه که زده که یک داستان مقبولی من برسی نمیدونم شما متوجه جا ما وارد میشیم چجوری؟ شور شور شور، بعد دوتایی با هم دیگه میزنیم زیر ار 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 و گر گر گر. آقا دیگه شما خود رو تاثیر این صحنه رو روی خادم این ملت حدس بزنید. خشم بر آقای دکتر، حالا ما دوستانیم که یکی از خاطرات شیرینی که خود شما با مقام معظم رهبری دارید برامون تعریف کنید. از اونجایی که من در ادامه سفرهای استانیم قراره برم استان نیویورکستان، میخوام یه خاطره از رابطه اهالی اونجا با مقام معظم براتون بگم. وارد هارلم که شدیم یه دروازه‌ای بود مثل دروازه دولاب خودمون که اونا بهش میگفتن سانفرانس دولابت. بعد عکسای خادم رو پر کرده بودن، در دیوار زده بودن که نشونه ارادتشونه به ملت ایران. دیدم سر گذر جوونکی ایستاده، موها بور ولی تیپ تیپ خادم احمدی نژاد، کاپشنی و ریشی و تسبیح. و رفتم جلو گفتم شما؟ گفت تامم. گفتم کدوم تام؟ تام جنتی؟ گفت نه، تام کروز. یعنی میخوام بگم اونا در رقابت با موشکای کرار ما کروز درست کرده بودن. حالا من که خودم نمیشناختم، ولی میگفتم هنرپیشه معروفیه، اما خب از ما که معروفتر نبود. خلاصه گفتم که دیگه از ما بر. گفت یه پیغامی دارم میخوام برسونی به مقام معظم رهبری، یعنی یه چنین عشقی داشت به مقام معظم. گفتم بگو. گفت بهش بگو گاد دمت، که من خودم اونجا نفهمیدم ولی پرتوجو کردم. گفتن خیلی پرمعنی بوده، خیلی معنی داره. منظورش بود که وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، لشکر دنیا و قسلا آزا. من خودم اتفاقا توی همین واژه گاد دمت رفتم پیدا کنم تو دیکشنری چه چه گاد دامت برکاتو بوده. خب وقتا لهجه آرنمی که داشت نتونسته بود اونو ادا کنه. بعضی ها دم دیگرمم میگفتن به این قضیه. میخوام بگم مقام عظما در سطح بین المللی از یه چنین محبوبیتی برخورداره. ملت ها تشنه عدالتن. این تصویرشون خواهش دکتر. بعد از نشست جنب حالا خیلی دوست داشتیم بدونیم واکنش رهبر معظم نسبت به شما. نسبت به والا این بارها گفتم تو تلویزیون‌های مختلفم گفتم، والا از ژنو که برگشتیم دلم خیلی گرفته بود. این کارهای دشمنان ملت ایران باعث شده بود من که ملت ایران باشم دلم
بگیره، اما چهره مقام عظما مثل محلول لوله بازکن میمونه. راه دلمو چیکار کرد؟ باز کرد. بعدم بهم گفت اون قرمزه چی بود بهت زدن؟ گفتم عظما جون یه جوونت نمیدونم حالا دوستان سوئیسی بود، اینقدر به این ما علاقه داشت به عنوان خادم این ملت که دست کرد در تو سینهش قلب قرمزشو کند پرت کرد به سمت من. البته نزدیک بود بقیه هم دل و روده و معده و اینا رو بکنن پرت کنن که دیگه اومدن اینا رو بردن که یه کار دست خودشون ندارین. تعجب میکنم اینا اومدن یه همچین. آقای دکتر در آینده برای جوانان چه برنامه ای دارید؟ ما الان به حول و قوه قلمی قصد داریم سفینه ای درست کنیم که همه جوانهای مزاحم نظام رو با هم بکنیم توش بفرستیم برن فضا. البته قبل از اینکه اونا ما این کارو بکنند که برن اونجا کمالات انسانی رو در یک مدار عدالت محور طی کنند که ما هم از دستشون خلاص شیم، با خیال راحت با مقام عظما بتونیم کارمونو بکنیم. که این نشون میده این داستان همون لولو هست دیگه، همون لوله که برده. آره میخوام بگم که بریز اونجا که میسوزه. خواهش میکنم. ولی آقای دکتر چیزی که برای خودمون جالب بود حتی تو یکی دو تا نشست که حضرت عالی حضور داشتید این بود که جوانا خیلی راحت می اومدن باهاشون حرف می زدید، انتقاد می کردن، پیشنهاد می دادن، راهکار می دادن. خیلی دوست داشتم در این رابطه هم صحبت بکنید. من در جلسات خیلی با جوانا راحتم، اونا هم با من، خودم دلم میخواد که با من راحت باشن. مثلا تو یکی از این سفرهای استانی پشت میکروفون بنده سخنرانی میکردم، گفتم ما اسرائیل رو میگیریم، ما آمریکا رو میگیریم، ما لبنان رو میگیریم، عراق رو میگیریم. یه جوونی بلند شد گفت اگه دیشتون رو بچرخونید سی ان ان هم میگیرید. که من هم اونجا به بچهای حفاظت گفتم دیششون رو چرخوندن سمت این جوونه، ایشون هم گرفتن. خیلی عجیب بود برای خودم، ولی خب نشون میده که جوونها چقدر ایستادگی میتونن بکنن در نظام جمهوری اسلامی. ما جوونها ایستادیم و توی دو کلمه میتونم بگم که ما میتوانیم. آره حتما میتونید، حتما میتونید. اگه همینجوری ادامه بدید به این خالی بندیاتون، مثل من که همه جا رو آباد کردم، مثل شما میتونید. خداوند پشت و پناهتون باشه. منم خیلی خوشحال شدم از اینکه با شما مصاحبه کردم. خیلی انگیزاننده بود که چهره هر سه نفر ما در یک تصویر نشون داده شد تا ملت ببینن که خلاصه از ما بدبختر و مفلوکتر و خلاصه با این وضعیت‌تر هم توی دنیا هست. کنده خالی یه فیلمی که هوا کن، بزن به سینه آخر هرچی بلوم ببا کن، قیافه یه سه در چار، چشمای بابا غوری، امت اسلام با توست، کافر رو با خدا کن، کافر رو با خدا کن. بیا با کیک زردت یه مهمونی بپا کن، فقده یه سالیانو با کیک و هست با کن، خامش و یو اف بزن، ماول شعیر کنارش، آب سنگین برو شیرجه بزن و شنا کن، بابا شیرجه بزن و شنا کن. محمود کند خالی یه فیل دیگه هوا کن، بزن به سینه آخر هرچی بلوم ببا کن، قیافه یه سه در چار، چشمای بابا غوری، امت اسلام با توست، کافر رو با خدا کن، کافر رو با خدا کن. دوست بسیار عزیز و خوشذوق پیک شادی علی نژادی یه سند صوتی فرستاده برامون که خیلی جالبه. در این سند دزدی آشکار در به اصطلاح نوحه‌خوانی این سعید حدادیان مدعی آخوندها
فاش شده و دوستمون نوشته که استفاده از آهنگ‌های قدیمی برای گریه انداختن آدم‌ها دیگه اینجوریشو ندیده بودیم که دزدی مدل جدید آخوندی است. حالا همچنان که ملاحظه خواهید کرد با وقاحت تمام کلمه به کلمه از یه آهنگی رو دزدیده و به اسم نوحه خودش قالب کرده. با هم قسمتی از این سند صوتی رو میشنوید. ما سن مدداهی رو بلا تشبیه بلا تشبیه مثل سن اعتیاد آوردیم پایین، ولی محتوا رو به شدت متزلزل کردیم. من نمونه شو بگم، الان محمد حسین ما اینجاست، آقا محمد حسین ما انتقاد بهش دارم میگم، غزل حفظ میکرد، قصیده حفظ میکرد، هنو مدرسه نمیرفت شعر حفظ میکرد، افتاد به این شورا. من میگم من این شورا رو خیلی دوست دارم، آقا مفصل صحبت کرد، جزء ذات کار ما هم هستش، خیلی هم کارایی داره، خیلی هم خوبه، منتها افتاد به این کار. ما نفهمیدیم کدوم نجیبی 30 شب ما رمضان این بچه 3 شب تای دو تا مدعای دیگه، یکی مدعای دیگه که خونده دادیم، دو تا خط خوند، اینا رو همه جمع کرد، پول فروخت، شد یه نوار فروخت. حالا بپرس از اون که این نواره پخش شده و هر دفعه بعد یه دونه شما دیگه شدی شورخون، بگو چند تا قصیده حفظ کردی؟ محمود ولایی مثل سنگ پایی، با اون فک طلایی نیایا کی میایی، وقتی که با عزما پیش هم میشینین گل مدیریت رو از دنیا میچینین. آی محمود سب کا بیر ناکس، جم ناکسی هستین تو یکی دیگه، انگار حالی نیست، قرار اون نبود که در وصف باق محمود اینجوری حرف بزنی از این حرفا بخری، این که رسم لوتیگری نیست ناکس. حالا آق محمود یه دوپینگی کرد و یه چیزی گفت، همین که همه که دنیا مسخرش میکنن بسش دیگه بدبخته میچره دیگه، خودمون که نباید مسخرش کنی. آیه دکتر من این همه زحمت کشیدم یه مایه اومدم که آقا محمود شارژ بشه، شما حمله بر مسخرگی میکنید. به هر حال راستی آی دکتر، آقا محمود بارو بندیلشو بسته دیگه نه؟ یعنی چی ناکس؟ حرف دهنت رو بفهم. آقا محمود اگه بارو بندیلشو ببنده دیگه کی میمونه دور بر مقام عظما؟ تا روزی که نظام کله پا بشه حق نداری این حرفو بزنی. آقا دکتر واقعا شما تقصیری ندارین با این همه ریزشی که تو نظام هستش، ولی منظور بدی نداشتم، بارو بندیل سفر به نیویورک رو منظورم بود. منظور بدتر از این نمیشه، سفر به نیویورک از اون بارو بندیل بسته بدتر برای ایشون. تو نمیفهمی که چه فشاری به فک ایشون میاد هر بار که میرد سفر. سفر استانی که نیست که، اگه بدونیم آقا اوضاع چه بدبختی میکشه تا این بره و برگرده. یه سوال استراتژیکی دارم. صبر کن همینجا ایست،
نیش ترمز بزن کنار، نمیخواد تو سوال کنی. این همه سوال کردی تا الان این برنامه رسیدی به کجا؟ من یه سوال ازت میکنم، سوال تاکتیکی، ببینم که چند مرده حلاجی تاکتیسیان کجا هستی؟ فرق اسب مجار با اسب عرب رو از کجا میفهمن؟ از لهجهشون آیدون. آفری آفری، زدی وسط خال. بیا بذار پشت من، نه بیا بذار پشت من، من رو شک کن. آی دکتر این تله از گردنم داره تو این تله نمیفته. آفری آفری، از این جوابت بیشتر از اون که خوشم اومد. این یکی دیگه استراتژیکی بود، حالا اون جواب اولیه شانسی تو ولش، ولی این جواب استراتژیکی دومت میتره که بذاری پشت من، من رو شک کنی. نه بیا بذار، بیا بذار من رو شک کن. اون یکی تله تاکتیکی بود، این یکی تله استراتژیکی است، ولی میپرم توش جفا. مرگ یه بار، شیونم یه بار. سب کن میرم ناکس، سب کن میرم ناکس، میرم سر همون سال استراتژیکی. منظورم این بود که جفا میپرم بیرون از این تله و میرم سر سوال استراتژیکی که از اول میخواستم بپرسم و شما نذاشتین. اونم اینه که آس امر آس علی اکبر صالحی رو بله بله گفته که من مگه رئیس مذاکرات هسته‌ای نباید باشم؟ خاصه کسی ما رو به کشکم حساب نمی‌کنه، هر کی برای خودش خط و خطوط پیش می‌بره. خب معلومه همین شور شالم شوربای پیش میاد که الان می‌بینیم. بابا بذار کنار ناکس، همچی افه بیاد که کسی نشناسه فکر می‌کنه که یارو اند استراتیجی و آخرت تاکتیکه. رئیس سازمان هسته‌ای نظام خود آقا بزباز، هیچ کی دیگه هم نیست. بمبو که نمیسپارن دست تو شوت مشنگ. آقا رو تو رو اسم تو گذاشتن رئیس سازمان هسته‌ای که بقیه رو گول بزنن، بعد خودت گول خوردی ناکس. تازه مگه به اسم به مشنگه گفتن تو از این به بعد قاضی باش؟ گفت باشه. گفتن خب حالا حکم کن. گفت پیک. شده حکایت یارو. این جفت همون علی اصغر سلطانی است، اونم از اوناست که اگه بذارنش رئیس فدراسیون شطرنج، اولین کاری که میکنه اینه که دوتا قانون جدید در میاره. میگه یکی این که فیل نمیتونه اسباب بزنه، دوم این که خرم بازی. یه سوال کن میرم. آی دکتر سوالش ادامه داره. گفته اگه طرح دیپلماسی فعال منو پیش بگیریم میتونیم آمریکا رو با کره شمالی درگیر کنیم، فرانسه رو بندازیم به جون کره جنوبی، یه جایی هم پیدا کنیم که به عربستان حمله کنه. اون وقت میدونین چی میشه؟ بله میدونیم چی میشه. کره شمالی که اونطور، کره جنوبی هم که اینطور، عربستان هم که اونطور، هیچی دیگه، راحت میریم جام جهانی. مشنگ تا دهنه باز نشده برو سر یه سوال دیگه، حوصله یورو ندارم. آیه دکتر سبزعلی رضایی نوشته که چرا گذاشتین با بی‌درایتی این همه تلاشایی که برای خام کردن آژانس انرژی اتمی انجام شده بود به باد فنا بره؟ حیف نیست اون همه تونل که زیر زمین کندیم؟ حیف نیست اون همه خاک که تو لویزان جابجا کردیم؟ اون همه سانتریفوش که هیچ جابجا کردیم؟ بی‌درایت خودت این ناکس با هفت جد و آباته، فکر کرده که کسی از این حرفا میفهمه؟ تو فکر کردی داشتی خام میکردی، داشتی به یه جایی میخوردی که تو مشنگ هنوز هم حالی نیست که چجوری خوردی. مرحوم عبوی همیشه میفهموندن، بزن بهادر از اون کردم، بله میفهموندن که آقا گرگه با هزار بدبختی و کلک آیدی شنگول و منگول رو گیر آورد، بعد باشون چت کرد و قرار گذاشت با شکم صابون زده و هزار آرزو و آب از لب و نوچه آویزون رفت سر قرار. دید ای داده بیداد، چوپان دروغگو با همه اهل آبادی منتظرن، چوبان دستشون اینجوری هم دارن میدارن، میگن به به آقا گرگه خوش اومدی. فهمیدی ایره دکتر؟ شما مقام عزما رو تا حد آقا گرگه، اونم یه گرگه گیج و گورخور پایین آمده. من به مقام عزما چه کار دارم؟ من دارم جواب سبزعلی ریزشی رو میدم. چرا میپری سر کله مقام عزما؟ آقای دکتر، آقای دکتر، امه سبزعلی هم میدونه که همه کاره بمب اتمی خود مقام عزما است. هر توپوزی هم تو این مسیر بخوریم توپوز ایشون میخوره. سب کن میرم. تو خودت همینجوری میذاری توپوز ایشون رو صاف میکنی میری جلو؟ من اصلا یه کلمه صحبت کردم؟ من نه به ایشون گفتم گرگ، نه به ایشون گفتم گورخور، نه گفتم توپوزی. تو اینجا گرگش کردی و تو پوزی زدی و صافش کردی رفت. آره دکتر رفت هستی نگوی خود کنی به این امت هر شرر سهنه امت هر شرر.
چرا همیشه سعی میکنه خودش رو احساساتی نشون بده؟ خب بگو. خدافظ. دوستان عزیز، در پایان وقت برنامه این هفته اجازه میخوام که قبل از خداحافظی آدرس ایمیل برنامه رو خدمتتون یادآوری بکنم. آدرس ما هست peikshadi@irantv.com. با تشکر از بابت همراهیتون با پیک شادی، همه شما رو تا دیدار بعدی به خدای بزرگ میسپارم. آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار. اسم تو قلبم واسه صفا همیشه با تو هیچ دلی نمیخوام که میشه اسم تو قلبم